امروز در ولایت بامیان کتابخانه و کتاب فروشی کوچ که با مدیریت یک خانم هست در این ولایت افتتاح و به فعالیت آغاز نمود. این کتابخانه با همکاری 80% موسی برک و 20% هزینه شخصی ایجاد گردیده است که این کتابخانه فعلا حدود 500 تا 600 جلد کتاب دارد که برای اعضای این کتابخانه کتاب ها به صورت امانت داده می شود. نکبخ سنا مسئول این کتابخانه و کتاب فروشی کوچ می گویند که این کتابخانه به هدف فضای مطالعه و ترویج فرهنگ مطالعه برای خانم ها ایجاد گردیده است. خب هدف از این کتابخانه این است که فرصت و زمینه مطالعه برای مردم فراهم شود و فرهنگ کتابخانی بیشتر مروج شود و همچنان این کتابخانه که ما جور کردیم فضایش مخصوص برای خانم ها است و مردها فقط میتونه کتابای ما رو به صورت امانت ببره برای چند مدتی و دوباره پس بیاره، ولی فضایش فقط برای خانم است. خب فعلا ما اینجا 500-600 جلد کتاب اینجا داریم و بازم تلاش میکنیم در آینده انشاءالله کتاب های خود بیشتر کنیم و امکاناتش رو بیشتر کنیم. خب البته این کتابخانه که ما تاسیس کردیم این با حمایت موسی برک ایجاد شده که 80% اونا سهم داشته و 20% خودم سهم داشتیم در ایجادش و حالا هم تقریبا همینجا 150,000 هزینه کردیم در اینجا و باز هم انشاءالله کوشش میکنیم در آینده بیشتر کنیم کتاب های خود، امکاناتش بیشتر کنیم و باز هم از کسایی که کتاب کارهای فرهنگی میکنه از اونها کمک میخوایم که ما را حمایت کنه تا بتونیم امی کتابخانه خود بیشتر گسترش بدیم و کتاب های خود تعدادش زیاد کنیم و امکانات دیگه ای که مثلا کتاب امی کامپیوتر اینا آورده شوه، اینترنت برای خانم ها اینا. پلرحمان محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان میگویند که این ریاست از ابتکار چنین افراد استقبال نموده و در حد توان از این اشخاص حمایت میکند. چیزا البته کار میکنند، ما کاملا چیزی که در توان داشته باشیم در حمایت از اونها میباشیم. امی حمایت بزرگ است که البته ما در برنامه های از اونها حضور پیدا میکنیم، اینا را تشویق میکنیم و خاطر امی که دیگه دوستای ما را تشویق میکنیم که بیاین چنین برنامه‌ای را برگزار بکنن، کتابخانه ایجاد بکنه تا ما در قسمت مطالعه کتاب آموختن علم پیشقدم باشیم. اسحاق جویا و حمید موسنی از شهروندان بامیان میگویند در این شرایط فعلی ما بیشتر به یک فضای برای مطالعه و تحقیق نیاز داریم که کتابخانه کوچ بیشتر فضای مناسب را برای شهروندان بامیان ایجاد نموده است. همچنان افزودند که بعد از رژیم در کشور این اولین مکان مطالعه برای زنان در بامیان ایجاد شده و ما از آن استقبال میکنیم. ما در شرایط فعلی بیشتر هر چیزی برای مطالعه یک مکان مناسب به آرام نیاز داریم. یک کتابخانه کاج امی بستر و امی مکان مناسب برای مطالعه فراهم کرده و از طرف دیگه دانشجویان و محصلین همیشه با کمبود منابع مواجه هست، یعنی در بازار با در عرصه تحقیق با کمبود منابع مواجه هستیم. از طرف دیگه کتابخانه میتونه همین کمبود هم از بین ببره و فرصت تحقیق مطالعه بیشتر فراهم کنه. ما بسیار به خوشی و گرمی استقبال میکنیم و این کتابخانه واقعا برای دختر خانم ها یک امید بخش هست و ما واقعا از این کتابخانه چی میکنیم استقبال میکنیم. وی یک راه بعد از تسلط طالبان در افغانستان این اولین کتابخانه هست که در بامیان توسط خانم چی شده آماده شده و برای دسترس خانم ها قرار گرفته. این در حالی است که بعد از ممنوعیت کار و تحصیل زنان توسط امارت اسلامی اکثر زنان به کارهای شخصی روی آوردند. اکبر رحیم‌پور، رادیو نسیم، بامیان.